درود بر شما 21 خرداد ماه 1395 خورشیدی و دهم ژوئن جوان 2016 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به یک کلاه برداری بزرگ پرده آخر هم حتما خواهیم داشت قاعدتا باید دیگه همه بدونین ماجرای دور ریخته شدن رأی اسفحانی ها رو به خانم مینو خالقی که بعد از اینکه رأی ورد و و شد نماینده سوم مردم اصفهان تو همین دوره مجلس دوره دهم ده اول شورای نگهبان که تایید صلاحیتش کرده بود مثلا دبه در آورد بعدم رهبر یه چند رو که میدونست هم نظر بودن باهاش کاملا روشن است که نظر شورای نگهبان رو دارن تعیین کرد به عنوان شورای حل اختلاف و اونها هم گفتن بله رأی مردم اصفهان باید دور ریخته بشه بعدم علی لاریجانی رئیس مجلس گفت با خامنه ای در این باره حرف زده نظر خامنه ای به نظر شورای نگهبان نزدیکتر عین این, این جمله رو گفت یعنی حکم دور ریختن رأی اسفانیا حکم حکومتی است در واقع خامنه ای یه بار اومد در علن به قول خودش گفت نظرم به احمدی نژاد نزدیکتر است با آقای رئیس جمهور که موقع احمدی نژاد بود هشت سال مملکت طلا گرفته شد با همین جمله حالا تو پستو میگه نظرم به شورای نگهبان نزدیکتر خدا به خیر بگذارون مینو خالقی رو که اینجوری انتخاب شد نمیذارن بره مجلس علا رقم همه قوانین خودشون و برای این کار مجبور میشن حکم حکومتی را بندازن اون وقت کسایی رو میفرسان مجلس و حمایتشون میکنن که آشکارا کلاه برداری میکنن میلیاردها ها من دزدی کردن فلکم فهمیده همچنانم ادامه میدن اما به عنوان نماینده ملت میرن تو مجلس اما چیه؟ اما نداره دزدن و به عنوان نماینده ملت در مجلس این درسته چون اینان که یک تازه، این دوره و دوره قبلم نداره یه پرونده رو امشب میریم سراغش که از مجلس هفتم تا حالا ادامه داشته از همون اوایل دوره جناب احمدی نژاد متهمان اصلی این پرونده کیان محسن کوهکن 59 ساله نماینده مجلس دهم ده همین دوره نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که آقای محمد رضا باهنر دبیر کلشه و معتلفه توش دست بالا رو داره کوهکن قبلا هم دور چهارم و هفتم مجلس نماینده بود قبل از انقلابم نماینده حزب رستاخیز در لنجان اسفهان یا به قول اسپونیا لنجون اسفهان بود اینکه میگم نماینده حزب رستاخیز بود البته خیلی جوان بود ولی خب لنجون اون موقع چقدر بزرگ بود اینکه ایشون نماینده حزب رستاخیز بود و سندش رو از خود نماینده های مجلس میتونن آقایون برن بگیرن برای مثال از آقای محمد رضا تابش و از آقای محمد نعیمی پور نماینده های دور شیشم مجلس بله این آقایون دارن کسایی دیگه هم دارن مثل رسولی مثلا اینا دارن سند رستاخیزی بودن آقای محمد کوهکنو علی محمد نمازی نماینده دور ششم مجلس به یکی از دوستان میگفت محسن کوهکن ده ها هزار متر زمین زراعی اطراف جاده مجتمع فولاد مبارکه رو خریده زمین ها رو صاف کرده تغییر کاربری تجاری گرفته واسه شون طبیعتا رانتی پارتی بازی وگرنه قانونی نیست که زمین های کشاورزی زراعی رو بگیری تبدیل به مثلا تجاری بکنی اون منطقه رو هر گونه تغییر در کاربری عراضی که مورد استفاده کشاورزی هستند و یا عراضی که تبدیل به باغ شده اند جور محسوب میشه و به استناد ماده سه این قانون علاوه بر صدور حکم به قلع و قم بنا به مجازات جزای نقدی تا سه برابر قیمت روز زمین با کاربری جدید این محکوم میشن به مجازات و در صورت تکرار این جرم به مجازات مشدد که همون حبس 91 روز تا 6 ماه با رعایت بند دو ماده سه قانونه وصول برخی از درآمدهای دولت از مصرف آن در موارد معین مصوب به سال 1373 هست محکوم میشن خب اینا که مال کوهکن و اینا نیست که برادر محسن کوهکن امیر کوهکن ریزی رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران نه فقط به خاطر این رابطه برادری کلی روابط دیگه اصلا در طول برنامه میگم بله متهم دیگر پرونده امشب ایرج ندیمی که از سال 92 اسم شناسنامه شو کرد ابوذر ندیمی خوشش نمیمد ایرج خیلی مثلا لوکس بود 59 ساله نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم بود بعد برای مجلس هشتم شورای نگهبان ردش کرد رفت شد اصولگرا برای مجلس نهم شورای نگهبان تاییدش کرد چون اصولگرا شده بود رفت تو مجلس شد عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت این ندیمی پدیده ایه تو مجلس هوای همه طرف داره همه کارم هم میکنه اگه لازم باشه لازم باشه نو هم میخونه تو خیاب این کوفیان معجرز کشن و... مردان متهم دیگر پرونده امشب تاهر آقا برزگر تکمداش نماینده اصولگرای بستاناباد آباد آذربایجان شرقی تو مجلس پنجم و ششم و هفتم عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و جمهوری آذربایجان یه قلم فقط بگم فقط مای 15 میلیون تومان این آقا که عکسش شما دیدین به عنوان حق مدیریت از پروژه کوسر که پروژه مسکن نماینده های مجلسه میگیره همین پروژه است که امشب میخوایم دربارش صحبت کنیم داستان این است که سال 1380 پنج تو مجلس هفتم یه طرح ساختمانی قرار میشه را بیفته برای سی مسکن نماینده و کارکنای مجلس سی و نفر عضوش میشن که اول حدود هفتاد تاشون نماینده مجلس بودن بقیه کارمنده بخش های مختلف مجلس دفتری و کتاب خونه و این چیزا امروز البته خیلی فرق کرده این نسبت که بذارین روند ماجرا رو بگم تا برسیم به سرنوشت سهمای این پروژه و خونه ها و این داستان ها. کوهکن، برزگر و ندیمی دو تا اصولگرا و یک اصلاح طلب تو همون مجلس هفتم میشن نماینده از طرف 358 عضو پروژه 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 کوسر برن یه زمینی بخرن توش کار ساختمونی بکنن و از یک سال به بعدش شروع کنن به تحویل دادن آه. نفری 22 میلیون تومن واسه واحدای 78 متری این پروژه میگیرن به عنوان حق و سهم فقط ها حق و سهم پروژه نفری 42 میلیون تومن هم واسه هر واحد 156 متری اینا واسه حق و سهم درست؟ یعنی سند اونجا باید به بشه و این داستان رو بعد اون وقت تا قیمت خونه ها رو تعیین بکنن قیمت گذاری بکنن و بعد قسپنده کنن بدن چند تا واحد باید می ساختن این سه یکی از نماینده ها این سه تا گل پسر چند تا بعد می ساختن 358 تا با این پولی که گرفته بودن و خب کلی آدم‌ها با وام اومده بودن این پولو گرفته بودن و داده بودن و اینها یعنی به کار بانک شده بودن و این داستان ها همشون که نماینده مجلس نبودن و همشون راندخار نبودن و اینا باید 358 تا واحد می ساختن چند تا ساختن 440 تا واحد ساختن با کدوم پول با پول همین 358 نفر که بازم البته ازشون میگیرن در طی این سال‌های این ده سالی که از اون موقع تالا هست و یه پولایی هم این وسط خودشون تولید میکنن واسه خودشون گفتم برای نمونه فقط 15 میلیون تومان ماهانه هر کدوم این تا میذارن جیبشون به حساب مدیریت پروژه رکزا به قول امام خمینی اصلا مدیریت پروژه حالا اون چون همه‌شون پیشکارو اینا دارم. حالا اون 82 واحد بقیه رو یا 80 واحد بقیه رو چیکار میکنن میگم 82 300 ببینید این رقم 358 360 رو روشن بکنم که وقت پاتی نشه قرار برین میشود که اون پروژه برای 360 واحد اجازه میگیرد که برن بسازن بعد 358 نفر عضوش میشن دو واحدش در واقع بعدا عضو میشن که اصلا بعد اینقدر پاتی میشه که میگم حالا براتون به این دلیل که بعضی وقتا تو اسناد میاد 358 و بعضی وقت میاد 360 به هر حال 80 واحد اضافه اینا میسازن چی کارش میکنن اضافه بر چی بر قراری که بوده 360 باشه ها اینا وقتی میرن شروع به ساختن میکنن دو طبقه اضافه میسازن خونه های لوکستر با 80 واحد چکار میکنن؟ اینو میفروشن پولشو میزنن به یه دردشون بدون اینکه اونایی که حق و سهم داده بودن سهامدار بودن اطلاع داشته باشن و اصلا اجازه این کار داشته باشن چرا کسی اعتراض نکرد از همون اول به این قضیه مگه اینا هر کدوم به حال نماینده مجلس نبودن یا نیستند یا چه میدونم مگه کارمند دفتری مجلس نیستن به هر حال چهار تا آدمو میشناسن دیگه فقط یک نفر صداش بلند شد رفت رایگان شد وکیل این 358 نفر دکتر اکبر اعلمی که خودش قبلا نماینده مستقل مجلس بود چند دوره پشت همه که رد صلاحیت میشه هفت سال قضیه رو با سماجت دنبال میکنه بیش از هفت سال یه لایه دفاعی می نویسه آبان 92 توی یکی از شبه های دستگاه قضایی ثبتش میکنه آبان 94 هم یه لایه اعتراضیه می به عنوان سند محرمانه تحویل شکات و موکلین پرونده میده توش هم مینویسه که اگر از این قبیل پیگیری های قانونی معیوس شوم لاجرم پی همه چیز را بر تن خود خواهم مالید و برای معطوف کردن توجه مقامات مسئول و مردم به بی هایی که در بخشی از محاکم قضایی وابسته به دادسرای کارکنان دولت وجود دارد و نیز ماهیت برخی از نمایندگان بیانصافی که در نیمه راه وکیل و نماینده خود را تنها گذاشته اند. در مقابل مجلس تحسن کرده و روزه سیاسی خواهم گرفت تا شاید از این طریق فریادرسی جهت رسیدگی قانونی عادلانه به پرونده در یک محکمه بیطرف و با توجه به صدها سند و مدرک موجود در پرونده پی ببرند هم زبان جداگانه مینویسه به رهبر به رئیس قوه قضاییه به رئیس مجلس یعنی دو تا داداش لاری جانیا. به ناطق نوری بازرس ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب به اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران بعد یه ده اینا رو هم میبینه ملاقات میکنه حضوری براشون استدلال میکنه که چرا لازم است که یک شعبه ویژه روی این پرونده کار کنه اسناد اینا از این داستان هرچند فرستاده بود چه نتیجه ای میگیره جای شاکی و متهم عوض میشه اسفند 94 اکبر علمی به دلیل پیگیری این پرونده به یک سال حبس تعذیری محکوم میشه اتهام نشر اکازیب و افترا خب توی این فرصت امشب ببینیم آیا این نشر اکازیب و افتراست این پرونده یا رهبر و داداشای لاریجانی هم دست کلاوردار و زمین خارن؟ دیگه این یه نمونه است دیگه از همین پرونده محرمانه براتون میخونم که عرض کردم تو ایران هیچی محرمانه نیست مثلا همین پرونده دست همون اول اول دست 350 به 358 نفر داده شده و بعدم دیگه الان فکر کنم خواجه حافظ شیرازی هم میدونه داستان همه سرشون رو فقط میکنن تو کک باری در سال 85 آقای محسن کوهکن به عنوان عضو ید رئیسه و کارپرداز مجلس هفتم به اتفاق آقایان ایرج ندیمی و طاهر برزیگر دو نماینده دیگر مجلس حسابی را در بانک ملی شعبه مجلس افتتاح و با ثبت نام از 360 نفر نماینده و کارمند مجلس و نمایندگان ادوار و ده ها نفر افراد متفرقه از آنها تقاضا کردند که برای خرید یک زمین 17700 متری دارای مجوز و پروانه ساخت فلان 360 واحد در نه طبقه واقع در سعادت آباد هر کدام مبلغی را برای واحدهای بزرگ و کوچک به حساب مزبور واریز کنند برای این منظور هم را تعیین کردن فلان پروژه مشا واریز مبلغ فوق به حساب مذکور تا خورداد 86 است شرط شراکت در این پروژه مشا تا خورداد 86 هر کس که تا این تاریخ سهم خرید زمین را واریز نکند از مشارکت در پروژه حذف خواهد شد خرداد 86 چی میشه؟ مهلت گذاشتن وقتی همه پولا رو از با اصطلاح سهامدارای پروژه میگیرن این سه تا 21 خرداد 86 ندیمی و کوهکن و برزگر تکمتاج داش کل سندی رو که به نام 360 نفره به اسم خودشون میکنن دیدین دیگه سند حالا در طول برنامه باز نشون میده به اسم خودشون میکنن <applause> سه نماینده مجلس هفتم از اعتماد 360 نفر سو استفاده کرده و بدون اطلاع و اجازه آنها زمین متعلق به صدها نفر را به نام خود ثبت و از آن تاریخ تا کنون که سند همچنان به نام آنهاست اراده و بنویات خودسرانه خود را خود به 360 نفر تحمیل کردند یک سال بعد این 360 نفر میفهمند که این سه تا رفتن یک سال بعد میفهمند که این سه تا رفتن زمین رو کردن به اسم خودشون آبان 87 یعنی واز اون موقع تنها جلسه عمومی اعضای پروژه کوسر تو مجلس قدیم گذاشته میشه تو تمام این ده تنها جلسه عمومی اونجا جناب آقای محسن کوهکن نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی میکروفون رو میگیره میگه آقا سند به اسم ما ستاست تابع باشین تا خونه دار بشین قول دیگه هیئت رئیسه مجلس ده هشتاد نامه می نویسه به بانک سلام علیکم به پیوست یک نسخه از قرارداد مربوط به خرید احتاس اخذ وام و انجام امور مربوط به زمین مورد نمایندگان مورد نظر نمایندگان و کارکنان مجلس به تعداد 358 نفر که مورد تایید می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد ببینین حالا خواهم گفت که هم بانک دستش تو دست ایناست همون بانک ملی شغل مجلس بر حالا هم تو خود مجلس تو خود مجلس که حامی اصلی این ستاس که تو هیئت رئیسی مجلس هفتم هم هست جناب آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس وقت مجلس باهنر هر جایی که پول بوده حاضر بوده تنها کسی بود که یعنی اولین کسی بود که اومد گفت که جزو نماینده هایی بوده که از محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و از سعید مرتضوی پول گرفته یعنی گفت ما انکار نمی کنیم که عجیب اینه که در تمام طول این ده سال از اول 85 تا این ماجرای پروژه کوسر هر چی این سه نفر کوهکن و ندیمی و برزگر پول از این 360 نفر گرفتن هیچ وقت هیچ رسیدی که امضا و مهر داشته باشه ندادن واقعا ببینید حالا اینا کلاه بردار اونایی که پول دادن آخه اینقدر باید باهوش باشن اینا نماینده مجلسن ای خدا واقعا اینان که خیال میکنن مردم هم مثل خودشون خیلی باهوشن که همون موقعی که خبر دوزیای دوزیاشون اصولا گوش فلکو پر میکرده میان از این حرفها میزنن این نمونه الان میگم دیگه ببینین واقعا مردمو عوض میخوام عوض میخوام ببخشید مردمو گاگول فرض کردن ببینید آقای ایرج عبوزر ندیمی سخن میفرمایه ما نمیتونیم در رابطه با کشوری که بحران بیکاری داره 6 میلیون ثابت بیکار داره یا در رابطه با معیشت این همه داستان الان هم تو کشور داریم به حق مردم میگن آقا درآمد و هزینهمون با هم سازگار نیست اصلا ما به قول آقای قوی نمیخوام بگیم الان تو این 20 ماه ما باید پاسخ 14 سال 400 سال بدیم که ولی ما میگیم 36 ساله که مردم با این امید زندگی میکنن که هزینه حکومت میدن که حکومت عدالت داشته باشه قانون رو حاکم کنه تبعی ها رو از بین مفاسد رو یا بقول قول شما رانتا رو از بین عوامل فشار از می بره. عوامل فشار یعنی چی ما حکومت درست کردیم اگه چهار تا من فدا بشیم بقیه درست میشه برصد آقا ما همدیگه رو با راستگویی گفت آقا سه تا فساد الان توی نظام مدیریتی هست مردم نمی‌بینن همه فکر می‌کنن پول برداشتن فساده درو گفتن فساد سر کار گذاشتن فساد نگفتن هم فساده ما باید راه پیدا کنیم دیگه حکومت درست که راه پیدا کنه اگه قرار بشه راه پیدا نشه اگر اجازه بدیم به قول آقا کنم کنن پول جمع کنن بعد آخرش آخرش اینا آقا خسروی میگه اینا ورشکست میشن کم میارن بازم پولش ما میدیم که الان بیمه توسر 200 میلیارد تا الان بیمه مرکزی از مردم داده که مثلا روپا بمونه 400 500 تا دیگه باید بده تا مثلا بمونه همین کار در مورد قرض الحسنه ما داشتیم تو همین اصفهان همین میزان جزء دیگه که نام بردن الان اینا همه نظام یعنی ما عجیب دیگران برمی داریم عجب کسی آره نشناسه خیال میکنه واقعا مثل احمدی نژاد دیگه خیلی ها نمیشناختنش ما در همه حرف به این میگن پوپولیسم میگن عوام فریبی میگن فرار به جلو چون هر چی گفت خودشه زد و بند، کار کارپردازی نمیدونم کارسازی کار فساد دروغگویی. خودت تا کجا اومدی که حالا میلیاردها پول به جیب زدی فقط از قبل همین پروژه کوسر بر بله مردم میسوزه ببینین هر چی قضیه این پروژه کوسر پیشتر بی... پیش میره بیشتر کلاه گشادی که سر نماینده ها کارکنای مجلس رفته روشنتر میشه یا آدمی که به عنوان دبیر و پیشکار این سه نفر یعنی ندیمی برزیگر کوکن کار میکنه تو مجلس هفتم خلیل شیسیان خلیل شیسیان کارپرداز مجلسه از نزدیکای احمد جنتی دبیر خردسال شورای نگهبانه الان هم تو دبیرخانه مجلس خبرگان داره کار میکنه همین الان تو بازجویایی که بازپرسی هایی که ازش درباره پرونده کوسر شد از جمله حرفایی که زد این بود که علا رقم این که آن سه نفر یعنی کوهکن ندیمی برزگر زمین کوسر رو به قیمت 108 هزار تومن خریدن دروغ گفتن در حقیقت متر مربعی یعنی گفته بود هزار ادعا کرده بودن هزار خریدن دروغ گفتن در حقیقت متر مربعی 45 هزار تومن خریدن یعنی بیش از دو برابر گرونتر پول خرید زمین و حتی با سهامدارا حساب کردن بقیه ها رختن هیچ بازرسی و حساب کتابی یعنی هم تا حالا نزشتن انجام میشه تا حالا هیچ بازرسی انجام نشده رو پروژه کوسر جز همین بازپرسی و بازجویه نیمبنده که تا حالا ممکن شده سند چه جوری کجا جعل شده بالاخره یه جایی ثبت شده دیگه یه سری دفاتر اینا دادن به وکیل و به پاسپورت و اینا کجا <تصفح> 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 جعل شده اینا تو منطقه دو شهرداری تهران و توی معاملات ملکی تو منطقه ده تهران و تو بانک ملی شعبه مجلس رئیس بانک ملی شعبه مجلس که آقای درودیان معاونش آقای صادقی سید حسین ابراهیمی رئیس وقت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه دو تهران که همین الان یه شرکت ساختمونی داره تو سعادت آباد سرو سرو غربی نفش خیابون مرباری شماره سی و یک. ایشون اون موقع رئیس تعاونی شهرداری منطقه دو تهران بود که ادامه میدیم خواهیم دونست که اینا هر کدوم چیکار کردن یا آدم دیگه بفات الله صوفیان یه دلال زمین بین منطقه سو پنجه. دو سه پنج تهران که با پول بادآورده پروژه کوسر حالا صاحبی تولیدی هم شده بفات الله ملک و خریده و همون حالا میگم چی جوری هم خریده سوری خریده و همون روز چارده میلیارد ریال گرونتر فروخته مثلا به این سه نفر ما به تفاوت چم سه خوردن چهار تایی خوردن ببینید این سند واضح تر میکنه قضیه رو هم زمین پروژه کوسر هم تعاونی شهرداری منطقه دو تهران به عنوان فروشنده زمین هر دو تو میدون سرب منطقه دو تهران هم خریدارم که تو مجلس میدون بحارستان آه؟ ولی اینا کارهای غیرقانونی مثل جعل اسناد و توی معاملات ملکی تو منطقه ده تهران میکنن بونگاه معاملات ملکی واقع بونگاه معاملات ملکی واقع در خیابان کمیل بذاریم من آدرس شد دقیق پیدا کنم بهتون بگم که برین ازش خونه بخریم بله بله بنگاه معاملات منم مثل این آقایی که ولایتی که میخواست شعر حافظ رو بخونه تو تلویزیون یادش نمیاد این گفت بله بله منم میگم بله خب خیلی ممنون دوستان نوشتن برام بنگاه معاملات ملکی واقع در خیابون کومل منطقه ده تهران چون تو منطقه دو حتما نداشتن جایی که این حقوق بازی ها رو بکنن به یه آشنایی بوده که باهاشون هم دست بوده تو منطقه ده تهران در آردست که خیابونش بهتون داد تو خیابون کومل اونجا منطقه ده تهران خدمتون عرض کردم اونجا مبایع نامه ها رو خرید نامه های سوری رو تهیه میکنن وانمود میکنن که شهرداری منطقه دو زمینه به بفات الله صوفیان فروخته بفات الله هم اونو به برزگر تیکمه داش ندیمی کوه کم فروخته اینا تو یه روز و یک ساعت همونجا انجام میشه تا 14 میلیارد یال سود این خرید و فروش سوری و جعلی به رجی به این ستا نماینده ملت بدبخت کمیسیونش هم برسه به بفات الله صوفیان خلیل شیسیان شاغل در مجلس خبرگان امروز و ابراهیمی شهرداری منطقه دو این سند نشون میده که شیش اسفند 85 و چهارده اسفند 85 آقایون دو تا چک میدن به همون دلال سوفیان و الله سوفیان صادر میشه درست یک سال بعد چهارده اسفند 86 از حساب پروژه کوسر برداشت میشه تو بانک ملی چوب مجلس همون روز همونجا سوفیان زمین سوفیان زمین میشه با این سند که دیدین با 14 میلیارد سود به این ستا پول از کجا میارن ازش میخرن بازم از حساب تعاونی کوسر شک از اونجا بایشته میشه یه ماونین بعد به حساب صوفیان ریخته میشه با چک تمام پول معامله اولم یعنی کل پول زمین میره به حساب ابراهیمی تعاونی مسکن شهرداری منطقه دو تهران بابت حق و زحمه باور کنین همه ریخته میشه به اون حسابی اینا هشت سال حساب هم دارن البته این سه نفر که هیچی هم تحویل نه وکیل دادن نه تحویل دادگاه دادن هیچی اینا همه تو این پرونده هست این فقط 150 صفحه پرونده است خدمتتون میگم حالا من نمیدونم ممکن اون ابراهیمی منطقه دو شهرداری که الان گفتم که رفته خودش پس خودش داره کار میکنه یه شیکاری کاری به نداره تو این جمع مثلا ممکن پنج درصد اون پول اولیه رو داده باشن به هر حال همه پول رو بیریزن به حسابش این وسط یه ریخت و پاشایی هم میکنن و حتی پول خور به بین هم تقسیم میکنن یکی دو تا مثال بذاریم براتون بزنم یه جنراتور برق از مجلس میگیرن چهارم ده هشتاد هفت قیمت جنراتور چقدر؟ 500 میلیون تومن امانت میگیرن به اسم پروژه کوسر طبق این که دارین میبینین واسه یک سان. یعنی باید چهار ده هشتاد تحویل مجلس میدادن قاعدتا تحویل نمیدن سال هشتاد مجلس نامه می نویسه بهشون که آقا جنراتور رو یک ساله بردین تحویل بدین این جزو اموال عمومیه خبری نمیشه هفت سال طول میکشه تا سال 93 کاشف به عمل میاد که جنراتور امانتی یک ساله مجلس آقایون فروختن 500 میلیون تومن ناقابل بعد وقتی میبینم قضیه داره علنی میشه میگم علنی میشه برای اینکه تو این مدت حساب اجاره جنراتور رو زدن الکی که ما دادیم اجاره دادیم به مجلس و بعد بعد معلوم میشه که فروختن میبینن همه دارن میفهمن قضیه رو پیگیری میشه و این اکبر عالمی انصافا خیلی دنبال این قضیه رفت و وکلای دیگری که با ایشون کار کردن و همین الان دارن کار میکنن و خود بعضی از افرادی که دو تا رو میخونم که نماینده مجلس بودن و دیگه نیستن و نامه هایی که اینا نوشتن به دستگاه قضایی به ویژه به مسئول پرونده و اینها به هر حال میرن این سه نفر میرن با مجلس چونه میزنن میگن آقا قضیه لو رفته ما خودمون این جنراتور رو میخریم ازتون کی میرن این رو میزنن هفت سال بعد سال 93 هشت سال بعد بعد میگن خب بریم یه کارشناس بیاریم ببینیم قیمت چند پولش بدیم کارشناس الکی میگه من ارزیابی کردم جنراتور رو قیمت 640 میلیون تومان اصلا جنراتوری وجود نداره فروخته شده رفته بعد یه سال کار کارشناس هم اسمش رو ننوشتن فقط نوشتن کارشناس دادگستری این چقدر 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 لا تو در تو واقعا حقه بازیه. جنراتور 500 میلیون تومانی رو 140 میلیون تومن از مجلس میخرن اون پول رو میدن به مجلس چقدر سود میکنه از 360 میلیون تومان خدا بده برکت اون پولم تازه من نفهمیدم بالاخره ریختن به حساب مجلس یا نه ریخته باشه هم خوب از حساب کوثر ریختن دیگه یعنی اما از پول مردم اما 360 میلیون تومان رو زدن به جیب روشن تو روز روشن از جنراتور گم شده من چرا فقط تو جمهوری اسلامی که دکل گم میشه جنراتور برق گم میشه کشتی گم میشه پول صندوق ذخیره ارزی گم میشه ببینین اینجا بهرام علی سال نقوی و تقوی اینجا گزارش کارشناسای دادگستری اسمش روشن بالای سند نوشته شده این سه نفر آمده که گروه کوسر جنراتور رو فروخته که 28 93 چقدر فروخته 580 میلیون تومان بتونیم سند رو نشون بدیم دوباره 580 میلیون 80 میلیون بیشتر از ارزش که داشته داشته یعنی اینجوری هم خیانت در امانت میکنن هم سو استفاده از بیت المال ببینید 2893 فروش دیزل ژنراتور 580 میلیون بله هم کلاورداری میکنن هم بانبازی بازی واسه بالا کشیدن ژنراتور مجلس سود فروش غیر قانونیش ببینین چند فقره مجازات دنبال این کار هست اگه دستگاه قضایی هم مثل خودشون نباشه که نیست اصلا نیست چه ارز کنید قلدوری رو, رو ببینین وقتی همین کارشناس های رسمی دادگستری میرن سراغ رسید های پرداختی و دریافتی بانکی پروژه کوسر میبینن هیچ چی نیست که بخوان بررسی کنن از سه نماینده محترم مجلس درخواست میکنن بهشون نمیدن آخرش برج 694 میان تو گزارششون اون ستا می نمیسن. یعنی ستا کارشناس رسمی دادگستری که از چند تا حساب بانک ملی شعبه مجلس حساب‌های بانک اقتصاد نوین و یه مؤسسه اعتباری هیچ خبری نداریم نمیده گردم کلوفته دیگه بعد غیر ای از اینا ببینین این, این حساب کتابه که این چیزایی که از پرونده خدمتون دارم میخونم اینا رو همه آمده است این سند هم میذاریم بعد براتون توضیح بدم که بسیار مهمه یه نکته رو خواستم بهتون بگم که آنچه که در این برنامه میبینین و اصولا در مورد این پرونده پروژه کوسر و بسیار پروژه دیگه این پروژه کوسر رو حالا ما امشب مد نظر داریم وجود دارد آنچه که داریم میبینین همه بر اساس دفاتری است که از این سه نفر به جا مانده است یعنی گرفتن اینها فقط گفتن آقا ما هر کاری کردیم تو دفتر ثبت کردیم بیاین تو این بخونیم بعد گفتن خب رسید بانکیش میگن نداریم چرا نداریم نمیدیم اونا جزو اسرار مالی پروژه کوسار است و اجازه نداریم کی میگه اجازه نداریم در اصلا بازپورس میگه بدین نمیدیم بازپورس هم باشون همکاری میکنیم میگم حالا کجاها آه... خیلی جاها محرز است جرم محرزه بازپورس اصلا ندیده میگیره نمونهش همین چیزایی که الان خدمتون عرض کردم دیگه اینو بچه کوچیکم میدونه که کجای کار عیب داره آه... ولی همونطور که گفتم پیش میره انقدر که میبینن وکیل پرونده آقای دکتر اکبر اعلمی ولکن معامله نیست آخرش میگن خودتو محاکمه میکنیم یک سال به زندان میدیم حالا اون اعلمی بدبخت باید بدوه بره یه وکیل قدر قدرتی بگیره که یه چند نفرمون تو بشناسن و بتونه ثابت بکنه که بابا با این حرفش حق حالا اگر هم قرار نیست به اونا کاری نداشته باشین اه اکبر, اعلمی رو کاری من نمیدونم شاید این پرونده واقعا یک پرونده گوندهی بشه در آینده ایران چون هرچی هر چی داره پیش میره هی سرپوش دارن روش میزنن و این آدمایی که توش دارن کار میکنن به ویژه کوهکن و ندیمی و اطرافیانشون به ویژه خود این تا آدمایی نیستن که ساکت بشینن چون اینا آدمای گنده این. دورشون پیروان خط امام هستن دورشون مطلفه است باری ببینید پول 360 نفر پروژه کوسه رو اینا میخوام بگم چه کارهایی با این پول کردن فقط فقط با این پول کردن کاری با ساختمون نداریم پولی رو که میگیرن در ساختمون اینا میگیرن وقتی که ما به تفاوت خرج ساختمون که میشه حالا کاری ندارم به بدهیاشون به پیمانکارا و اینا میگیرن میذارن تو مؤسسه امیدآوران آینده مؤسسه اعتباری یه کارشناس رسمی دادگستری به اسم حبیب سلیمانزاده گزارش میده در تاریخ 25 9 91 که طبق سایر مدارک ابزاری در سنوات بعدی مبلغ 110 میلیون تومن سود سپرده گذاری نزد مؤسسه امیدآوران آینده در حساب پروژه کوسر ثبت شده است حساب پروژه کوسر یعنی حساب شخصی این آقایون که با پول اولیه 358 نفر نماینده و کارمند مجلس تأسیس شده چون پروژه به اسم این ستاست میگم نمیذاشتن اصلا انجام بشه این مبلغ هم که فقط این آقا رفته در آورده و بلا فاصله تو پرونده ثبت کرده فقط یک جا یک جا ثبت شده هیچ جای دیگه هم نیست حساب کتابش نیست صورت حساب بانکیش هم نیست ببینین ولی این جدول اصلا خیلی جالبه درآمد های پروژه کوستر سال 85 دریافتی از اعضا سال 86 دریافتی از اعضا سال 87 دریافتی از اعضا و بعدم دریافتی از مؤسسه فلان بابت سود سپرده دریافتی از اعضا ولی پروژه به اسم این ستاس و حساب های بانکی هم به اسم این ستاس و همه پولا تو حساب این ستا که هر کاری باش خواستن کردن از جمله یه قلمش همین سود 110 میلیون تومنی سود بانکی خود بانک ملی هم هست حساب اصلی به من مؤسسه های اعتباری دیگه هم اینا سپرده کردن و سود گرفتن مثل موسسه مالی کامیار که اینو من دارم میگم اونایی که اهل پروندهشن میدونن خود از کاغذایی میدونه موسسه مالی کامیار کو حسابش پولا رو مردم میگیرن میرن آش کار میکنن ما 15 میلیون هم به خاطر مدیریت این دوزی میذارن جیبشون رسما اون نوشتن تو دفترشون مدیریت پروژه بعد به هر حال واحدا آماده میشه آرام آرام دو طبقه هم اضافی روش میسازن 80 واحد اضافه و میفروشن اینجا در چند راه کلا برداری میکنن یکی اینکه همون اول 40 واحد آپارتمان رو با زیر نصف قیمت یا خودشون برمیدارن یا میدن به فامیلاشون خودشون کلی برمیدارن ببینین من یه چند تا رو براتون بخونم یک واحد 75 متری خوهر زن برزگر و سپس به نوشین نظری و بعدا به جهانبین سلدا بیراک اسم خواهر سلدا بیراک اسم خواهر زن برزگر ببین تو این جدول نگاه کنی کوهکن خودش یک دو سه چار پنج شیش ده ده تا واحد ورداشته خود محسن کوکن همونجا و بعد واگذار کرده به دیگران با قیمت های بالا انتقال اول بعد مالک فعلیش بعد هم بعدم که اغلب همون مالک های فعلی همون انتقال اولا که از خود کوهکن خریدن چون به حال آشناهاش بوده خب دو واحد 158 واحد 158 که شماره گذاری شده من اینا رو تو می مرتون میخونم میگذرم خوهرزن برزگر دوباره ببینین سلدا بیراک اسم خواهرزن برزگر تکمداشه که نقدن یه واحد اونجا این دومین واحد گرفته و همسر برزگر فاطمه بیراک واحد گرفته فاطمه فدایی از نزدیکان محسن کوهکن یه واحد گرفته سعید رشیدی فرزند حسین نماینده دور چهارم دارا حسابدار پروژه حسابدار پروژه کوسر یعنی همکار اینا یه واحد گرفته بعد دوباره کارشناس پروژه کیانوش کیانی به نام محسن کوهکن واحد گرفته شده داده شده به کیانوش کیانی یه با هشت واحد هشت واحد به نام محسن کوهکن بعد محسن کوهکن به نام محمد حسین کوهکن و سپس به مینا نجارپور سیاه کلی واگذار شده بله چند تا چند تا خودشون این ها رو برمیدارن میفروشن با چند برابر قیمت ما اگه سندهای پایینتر نشون بدیم یعنی جمع که میزنی میبینی بله یعنی جمع که میزنی میبینی با جمع کلی که روی کاغذ آوردن یه اختلاف 18 میلیاردی است یه سند دیگر هم حالا میبینیم اونجا اختلاف 18 میلیاردی بود اون سند بعد یه اختلاف دیگه یه هست که اختلاف 34 میلیاردیه قیمت که ثبت شده و قیمت که فروختن رو هم میشه چقدر میشه 52 میلیارد ناقابل بعد این وسط بخور بخورای دیگر هم هست ببینین دیگه مثلا تو دفترشون نوشتن سایر هزینه های پروژه ببینین تو اینا هست تو این جدول سایر هزینه های پروژه سایر هزینه های پروژه چقدر بالای 60 میلیارد یعنی چی هزینه های اضافی سایر هزینه یعنی چی؟ مگر ریزش رو ننوشتین دیگه این چیه؟ این, این جدولی که الان دیدین چیه؟ صورت حساب هم که نمیدین یا همونجا یه خود شما بریم بالاتر قشنگ همش رو میبینیم یا همونجا حقوق و دستمزد کارکنان چقدر؟ سی و و میلیارد اون جدول رو باز اگه بتونیم نشون بدیم من بگم تمام دستگاه های ما اینجا قفل کرده من مجبورم همه رو رو کاغذ نگاه بکنم اون جدول رو نشون بدیم باز شما میبینید که حقوق تون تون میگم و میرم خیلی خوب ببینین حقوق و دستمزد کارکنان روی اون زده شده 35 و و نیم میلیارد مال کارکنان کدوم کارکنان حقوقشون 35 میلیارده همه که پیمانکارن و پولشون رو جدا گرفتن دیگه غیر از شما سه تا نماینده و نمایندتون که آقای خلیل چی بود شمسیا گفتم به هر حال حالا میرسیم دوباره اسمش رو که گفتم کارپرداز مجلسه دیگه کدوم کارکنان که باید 35 میلیارد شما رو شما بگیرین و اینا رو پخش بکنین همونجا پرداخت علل حساب به اشخاص 550 میلیون به کیا بذارین قبل از اینکه یه نمونه از جهل سنت به دست این نماینده های ملت رو عرض کنم خدمتون بریم یه آگهی ببینیم اگه دوستان آگهی پیدا بکنن یا آگهی ببینیم که بتونیم این مشکل فنی رو حل بکنیم و برگردیم داریم یا نداریم خیلی خب ببینین یه نمونه از جهل سند رو گفتم که ببینین اینا میان ماشین تهیه بوتون من نمونم این سنده ای که جلوی منه کسی نیست تو استودیو که اینا رو برگردونه بره که من بدونم الان به کدوم سند آها آه. حالا میتونیم بریم بریم همین کاری که دارید میکنید و کم ادامه بدین خواهش میکنم یه خود بگذرونین از اینجا بله اینا میان ماشین تهیه بوتون میخرن که سیمان تولید کنن خب همه مشخصات و پول خرید ماشین و همه اینا هم هست از طرف دیگه اینا میران اسنادی به همدستی شهرداری منطقه دو و مشخصا ابراهیمی مال همون تعاونی منطقه دو درست میکنن که نشون بده اینا این بتون از شرکت ساختمانی فهاب میخرن که علکی چند میلیاردی بذارن تو حلقومشون شرکت فهاب که به هر دلیل میفهمه و ظاهرا زیر بار سازش با اینام نمیره رسما نامه مینویسه. این نامه های شرکت فهابه که دارین می مینویسه که مدیریت محترم کمیته پروژه کوسه در مجلس شورای اسلامی میگه مشخصات بتون مصرفی به عادت سعادت آباد بالاتر از میدان سر بالاتر از میدان فلان خیابان پویش نبش 39 به نام مالک کوهکن ندیمی برزگرد که تصویر آنها به پیوست نام موجود می باشد نه تنها متعلق به شرکت ساختمانی فهاب نبوده و جعلی است بلکه هیچ نسبتی با این شرکت ندارد و مورد تایید این شرکت نمی باشد لذا رسیدگی به این موضوع مورد است، استدعاست که مهر و فلان از اینا زده با تشکر شرکت ساختمانی فهاب حسین فروتن مهر سند جعل می کنم خب بعد اسنادی تو همین اواخر 93 و 94 درد میاد که معلوم میشه امضاها رو جعل کردن جعل امضاها فقط از شرکت ها نیست از اعضای پروژه مسکن هم هست یا با تهدید تحویل ندادن به هر حال ببینین بذارین فقط یک شباسه تو میخونم نامه عبدالرزا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس ایشون نوشتن هیئت محترم پیگیری مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با احترام امضاء زیل صورت جلسه مجمع کوسر مورخ 15 6 89 جعلی است به دلیل اینکه حقیر در آن تاریخ و یک سال قبل و یک سال بعد از آن در ایران نبودم و هیچ نماینده ای هم کتبا یا شفاهن یا تلویحن یا با اس یا ایمیل یا تلگراف یا تلفن یا هر وسیله دیگری حتی زبان اشاره معرفی ننموده امضا امزا مصری بیسته بله بعد ببینین همین رؤسای باند چه جانمازایی آب میکشن بریم ببینیم یک صحبت آقای کوهکن رو برگردیم بخواییم ساختار معیوب اقتصادیمون را اصلاح بکنیم دو تا کار باید بکنیم یک ریل تو سیاست های کلام و کلی مقام آزم رهبری اقتصاد مقاومتی رو گفته با همه زوایای اون پیاده کنیم اقتصاد مقاومتی یک ساله نی وقتی ایشون می این اقتصاد یک ساله نی معنیش اینه وزارت آموزش و پرورش باید تو درستشی این رو بیاره آموزش عالی باید تو درستشی این رو بیاره مزایاش رو فقط بیاره این رو ما فقط اقتصاد مقاومتی رو یک سال دو ساله تو وزارت اقتصاد دارایی وزارت صنایع نمیبینیم من میگم اگر بهرهبری رو بالا ببریم ساختار معیوب اقتصاد را اصلاح بکنیم در کنارش قوانینی هم باشه که تخلف من نماینده اون آقای وزیر باش برخورد کردن در میان مدت و دراز مدت اون فسادهای اقتصادی رو چه کار میکنه؟ طب اصلاح میکنه یه چیز رو جا انداخت آقای کوهکن بانبازی نماینده مثلا سه تاشون بیان با هم برن یه پروژه کوسر دستشون بگیرن و ده سال ازش بخورن به نام نمایندگان ملت به کام ایشون و یه دوست دیگه این که رهبر معظم انقلاب علا رقم مطلع بودن از فساد ایشون هیچ نمیگه این که شورای نگهبان علا رقم مطلع بودن از فساد ایشون او رو تایید میکنه و ایشون میشه نماینده دور دهم ده مجلس این که رئیس قوه قضاییه که میره 17 تا کارگر شلاق میزنه چون تابلوی یک شرکت زدن خراب کردن هیچی چی نمیگه از این فساد خبر داره هیچ چی نمیگه همه اینا خبر دارن چون نامه براشون مشخصا رفته و اینا ملاقات شدن و صحبت شدن خب اینا چی؟ یه نکته رو بذاریم در رئیس و معاون بانک ملی شعبه مجلس که گفتم دستشون تو کاره بگم سند ملک همچنان به نام ندیمی کوهکن برزگره که دیدین سند ده میلیارد تومانی که وام گرفته بودن اینا اول برای شروع پروژه پرداخت نکردن تا چندین برابر شد این تا با رئیس و معاون شعبه بانک ملی قرار میذارن که نامه بنویسن واسه همه اون 360 نفر و اونا رو وادار کنن که عینا براتون میخونم نامه رو قبل از تقسیم و مشخص شدن قدر و سهم دقیق و کامل شرکا و دریافت سند تفکیکی که از الزامات قانونی است و قبل از قیسبندی به بانک مراجعه و در ازای 25 میلیون وام متعلقه بین 65 تا 80 میلیون تومان بدهی پروژه را به بانک پرداخت نمایند وام به نام ندیمی کوهکن برزگره به نام اونا پرداخت شده سندم به نام اوناست بعد این مردم برن وام اونا رو بدن که اونا بخورن بازم از پولشون یه یعنی نمونه دیگه واقع که آقای اکبر علمی تو لایه شکایتش نوشته نوشته تعداد آپارتمان های باقی مانده باقی مانده 39 واحد مرکب از 25 واحد 156 متری و 14 واحد 75 متری 78 متری است در حالی که آنها در صورت جلسه بازجویی خود مدعی شدن تعداد آپارتمان های باقی مانده 22 واحد است صورت جلسه بازجویی مورخ 5 13, -13 -5 اهمیت و اساسیت این مسئله زمانی آشکار می شود که در نظر داشته باشیم سند پروژه به نام متهمین است ببینید 39 واحد فاصله 39 واحد و 22 واحد 17 واحد این وسط ها پولی شد همین آدمی که داشت اینجوری حرف می زد و من مجموعه این پرونده رو که میبینم و تازه خیلی هاشو نگفتم ها براتون که جزئیاته و خب اسناد همه این جزئیات موجوده مثل پولای دیگه که گرفتن از این 360 نفر مثل نمیدونم دیر کرده به اسم دیر کرده واریز پول جریمه فلان آدم میمونه که آخه اینا که مثلا نماینده مجلس بودن یا اصلا چه جوری به این تابلوی سرشون کلاه میره اینا چه جور سیاست مدارن حالا چرا اصلا این کلاه بردارا که بر همه مجلسیان هم واضح و مبرهن از کلاهبرداریشون باز میشن نماینده تایید شورای نگهبان رو بلکنی تا حالا دیگه کیه که نفهمیده باشه که چقدر ضابط منده ولی نماینده ها آه... چجوری اعتبارنامه اینا رو هم باز تایید میکنن مجلس دهم ده که شروع شد و میخواست اعتبارنامه نماینده ها رو به صلاح رسیدگی کنه طبق وظیفش و آین نامش اکبر علمی رفت مجلس سراغ همکارای سابقش بذارین عین مطلب از صفحه تلگرام اکبر علمی براتون بخونم آه... نوشت روز گذشته یعنی روز بعد از تصویب اعتبارنامه فلهی همه نماینده مجلس روز گذشته صدها برگ اسناد و مدارک مربوط به کلاهبرداری و جعل و سایر تخلفات و اخلاقی و مالی یکی از به اصطلاح منتخبین را که با هیله و عوامفریبی فریبی و صرف صرف های تبلیغاتی فراوان و به ویژه رد صلاحیت شدن رقبای مطرح وارد مجلس شده است را به مجلس برده و با برخی مدعیان شاخص پاکدستی و فساد ستیزی هر دو جناح سیاسی و مطرح در رسانه ها مذاکره کردم تا شاید آنها را مجاب نمایم که نسبت به اعتبارنامه منتخب مذکور اعتراض نمایند اما ذهی خیال باطل تقریبا پاسخ همه آنها یکی بود پاسخ چی بود توافق کرده این به اعتبارنامه یکدیگر کاری نداشته باشیم زیرا طرف مقابل هم به اعتبارنامه های ما گیر خواهد داد وقتی از این دوستان پرسیدم پس سوگند نمایندگی و التزام عملی در برابر قانون اساسی چه می شود هیچ چک پاسخی به این پرسش نداشتند بیچاره این ملت که برای اصلاح امور و مبارزه با فساد به چه کسانی دلخوش خوش کردند باز میپرسید چرا فساد در کشور فراگیر و نهادینه شده و عزمی برای مبارزه با آن وجود ندارد این بابا کیه که عالمی میگه عوام فریب و دزده و حالا نماینده مجلس سلمان خدادادی که بذارین یه وقت دیگه درباره ایشون گزارش بدیم آقای سلمان خدادادی و افراد جدا از این پرونده و افراد دیگری که در همین پرونده عرض کردم بودن و هستن و باید بهشون پرداخت به همین پرونده بس و باز بپردازیم بخش مهمی از آمارهایی که در این پروژه دست به دست شده ارقامی که در این پروژه دست به دست شده مبالغی که دست به دست شده هنوز گفته نشده در این برنامه ولی به هر کل ماجرا دستتون اومد عرض می دوباره ندیمی کوهکن برزگر این سه تا نماینده مجلس هفتم بودند. از سال 1385 یک پروژه رو به اسم پروژه کوسر در دست گرفتن از 358 نفر نام نویسی کردند. ازشون مقدمتا تا خرداد 86 مهلت گذاشتن به عنوان حق و نفری 22 میلیون برای واحدهای کوچیک و 42 میلیون برای واحدهای بزرگ بدن درست سر موعدی که تموم می شده مثلا سال 86 خرداد 86 میرن تمام اون پروژه که باید به نام 360 نفر بوده که حق و سهم داده بودن به نام خودشون میکنن با جعل امضا با جعل سند که عرض کردم آدرسش بهتون دادم که کدوم معاملات ملکیه و افرادش مشخصا اسمشون رو خدمتتون عرض کردم و اون پولایی که میلیارد هایی که به جیب زدن و هنوز یک نامه هست الان اینجا که یکی از سهامدارا میگوید 180 میلیون تومان تا حالا از من گرفتن و نشانی هیچ واحد آپارتمانی رو هنوز به من ندادن بعد از ده سال بریم پرده آخر مادر آقام المغرب مغرب بودن از جایی و البته خدا می‌خواست اینو یعنی به اون طرف بستن مادر امام هشتم مال طرف فرانسه این که ایشون مادرش اروپایی دیگه مادر از مهدی جناب نرجس میدون اسمشون هم که ملیکه ملیکا بود نرگس گفتن چون نرگس اسم طبقات برده و کنیز بود اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جز خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه نجادهای اروپایی نجادهای وحشی هن اینا حالا ظاهرشون اوتو کشیده و کرواز زده و اتکلون زده و اینان، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته هنوزم در اینها هست شب و روزگار خوش